این ما رفتیم، ما چند سال مذاکره کردیم، اثر نکرد. راه دوم غلبه بر تحریم، غلبه بر تحریم. این راه دوم عملیاتی است. بله سختی هایی داره اما خوش عاقبته. ابراز تردید رهبر ایران درباره نتیجه بخش بودن مذاکره برای رفع تحریم ها. آیت الله خامنه ای میگوید راهکار داخلی هم داریم. اما آیا ایران میتواند زیر بار تحریم های آمریکا دوام بیاورد و مذاکره نکند؟ از پژوهشگری که کتابی درباره روابط ایران و آمریکا نوشته خواهم پرسید که آینده روابط دو کشور را چطور میبیند؟ و حرفای رهبر جمهوری اسلامی چه اثری بر گروه‌های سیاسی داخل کشور دارد؟ این را از یک تحلیلگر مسائل ایران می‌پرسم. در ادامه برنامه امشب. کنفرانس بین‌المللی ژنو برای کمک به افغانستان. جامعه جهانی تعهد داده بیش از 12 میلیارد دلار در 4 سال آینده بپردازد. گزارش روزنامه شرق از تصمیم ایران برای پرداخت غرامت هواپیمای اوکراین. دولت می‌خواهد 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کند. به نظر من تحریم مباحث بسیار تحقیرآمیزه برای خانواده‌ها و تلاشی است برای منحرف کردن اصل بحث که دادخواهی است. گربه خوش صدا منه، من که خوب ساز می‌زنه. دینگ دینگ دینگ. گربه خوش صدا بلا ببین چه خوب ساز میزنم. و در گذشت کامبوزیا پرتوی، فیلمساز نامدار سینمای کودک ایران و خالق فیلمهای گلنار و گربه آوازخوان. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. کمتر از 2 ماه مانده به شروع ریاست جمهوری جو بایدن. تصاویری که میبینیم تصاویر زنده از واشنگتن، جایی که آقای جو بایدن در حال معرفی بعضی از اعضای انتخابی کابینش هست. آقای بایدن تا اینجای کار چند پست کلیدی رو مشخص کرده، از جمله آقای جان کری، رئیس وزیر خارجه پیشین این کشور که قرار نماینده ویژه محیط زیست آمریکا اعلام بشه، و همچنین آنتونی بلینکین که قرار وزیر خارجه دولت آقای بایدن بشه. آقای بلینکین از کسانی بود که در جریان مذاکرات برجام حضور فعالی داشت و بعضی از ناظران ممکنن معتقدند که احتمالاً او دنبال روی سیاست باراک اوباما در قبال ایران خواهد بود. در ادامه برنامه بیشتر به این نشست خبری خواهیم پرداخت، اما در شرایطی که تحریم نفس اقتصاد ایران رو بریده، آیت الله علی خامنه ای امروز گفته مذاکره برای رفع تحریم ها را یک بار امتحان کرده و نتیجه نگرفته. رهبر ایران گفته برای علاج تحریم ها 2 مسیر خونساسازی تحریم ها و یا غلبه بر تحریم ها وجود دارد. او گفته مسیر خونساسازی شکست خورده و مسیر غلبه ممکن است اولش کار سختی باشد اما خوش عاقبت است. این در حالی است که به گفته مقام های آمریکا در هفته های باقی مانده از ریاست جمهوری دونالد ترامپ تحریم های بیشتری علیه ایران وضع خواهد شد، و همزمان بسیاری از ناظران معتقدند مسیر بازگشت جو بایدن به برجام به دلیل مسائل داخلی آمریکا چندان آسان نخواهد بود. اما حرفای رهبر ایران به چه معناست؟ آیا ایران میتواند زیر بار این تحریم های کمرشکن دوام بیاورد و مذاکره نکند؟ حرف های آیت الله خامنه ای چه تأثیری بر آینده ایران و آمریکای بایدن خواهد داشت؟ بیشتر به این موضوعات میپردازیم. اول گزارشی ببینیم از شیدا هوشمندی. جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سه‌قوه صبح امروز. شورایی که ماموریتش مشورت درباره تصمیم های از پیش تعیین شده است. جنجالی ترین این تصمیم ها بالا بردن قیمت بنزین. اما آنچه در جلسه امروز خبرساز شد، نه تصمیم که این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره آینده روابط ایران و غرب بود.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که باید برای علاج تحریم‌ها دو مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها و غلبه بر آنها و رفع تحریم وجود دارد افزودند، البته ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کرده ایم اما به نتیجه ای نرسید. سخنانی که هرچند ممکن است مخالفت با مذاکرات به نظر برسد، تفاوت چندانی با موضع‌گیری 5 سال پیش آقای خامنه ای ندارد. اینجا 3 ماه قبل از امضای برجام. اگر از من بپرسن شما موافقید یا مخالف، میگم نه موافقم نه مخالف، چون اتفاقی هنوز نیفتاده است، هنوز کاری نشده. همه این مشکل بر سر اون جزئیاتی است که بناست بنشینن حکایت اونها رو بحث کنن. من هم به هیچ وقت نسبت به مذاکره با آمریکا خوشبین ندارم. دولت جدید در آمریکا شرایط رو به سمت قواعد برخواهد گرداند. سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست هیئت دولت هم در همین راستا بود. حالا 2 مرتبه بر میگردن به اون شرایط و خب اون شرایط میتونه فضا رو برگردانه. یعنی ما از فضای تهدید کم کم حرکت میکنیم به سمت فضای فرصت. اگر آمریکا بخواهد عضو برجام بشه. یا این سخنان هفته پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در آن مذاکره را برای رفع تحریم ها لازم نمی دانند. آمریکا در موقعیتی نیست که شرط بگذاره، ولی یک کاری میشه اتوماتیک انجام بشه، نیاز به شرط هم نداره. آمریکا وظایف خودش رو طبق 2231 انجام بده، ما هم تعهدات خودمون رو طبق برجام انجام بدیم. این نیاز به نه مذاکره داره نه نیاز به شرط داره. آقای خامنه ای هم میگوید راه بی اثر کردن تحریم ها مذاکره نیست، اما به طور مستقیم روی گزینه مذاکره خط نمی کشد. او بیشتر تاکید دارد که شروط کشورهای غربی درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی و سیاست این کشور در خاورمیانه را نخواهد پذیرفت. به ما میگویند در منطقه دخالت نکنید و در حالی که انگلیس و فرانسه دارای موشک‌های مخرب اتمی هستند و آلمان نیز در این مسیر قرار دارد، به ما میگویند موشک نداشته باشید. رهبر انقلاب اسلامی گفتند به شما چه ربطی دارد، شما اول خودتان را اصلاح کنید و بعد اظهار نظر کنید. امضا کنندگان اروپایی برجام بعد از خروج امریکا از این توافق تلاش کردند تا چارچوب آن را زنده نگه دارند. اما در لندن، پاریس و برلین تحولات سالهای اخیر در منطقه، فعالیت‌های ایران و آنچه تهران کاهش گام به گام تعهدات اتمی‌اش خوانده دور از چشم نمانده. به همین خاطر قدرت‌های اروپایی هم معتقدند که ضمن اجرای برجام از سوی ایران باید از طریق مذاکره به دنبال توافق‌های بیشتر بر سر مسائل مورد اختلاف با تهران بود. در آن سوی ماجرا به نظر نمی‌رسد دولت جدید امریکا هم مخالف مذاکره باشد. گزینه جو بایدن رئیس جمهوری منتخب امریکا برای وزارت خارجه تونی بلینکن است، کسی که موافق بازگشت امریکا به توافق هسته‌ای است اما میگوید باید توافقی استوارتر و طولانی مدت‌تر با ایران انجام شود. رئیس جمهور جو بایدن تلاش خواهد کرد که توافق اتمی با ایران را طولانی‌تر و محکم‌تر کند، البته فقط به شرط اینکه ایران به تعهدات برجامی خودش برگرده و بعد ما به جایی میرسیم که میتونیم از طریق دیپلماسی و همکاری با همپیمانانمون جلوی فعالیت‌های ایران که عامل بی‌ثباتی در منطقه است رو بگیریم. افزون بر این، اتحاد کشورهای عرب منطقه و اسرائیل که نماد آن در این تصویر به نمایش گذاشته می شود، وزنه خواسته آنها را سنگین می کند و بعید است امریکا به مطالبات همپیمانانش درباره محدود کردن اقدامات منطقه ایران بی توجه باشد. این گونه است که به نظر می رسد احتمالاً یکی از طرفین باید درباره مذاکره بر سر فعالیت‌های منطقه ایران و توسعه برنامه موشکی این کشور در کنار مسئله اتمی عقب نشینی کند. شیدا هوشمندی، BBC.
اما اجازه بدید دوباره برگردیم به تصاویر زنده از نشست خبری جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده کامالا هریس معاون رئیس جمهوری منتخب در حال سخنرانی این نشست در ویلمینگتون در جریان آقای بایدن بخشی از کابینه منتخبش رو معرفی کرد در جریان این نشست از جمله جان کری چهره آشنا برای ایرانیان وزیر پیشین امور خارجه آمریکا که به عنوان نماینده ویژه محیط زیست آمریکا انتخاب شده و همچنین آنتونی بلینکن از کهنه‌کاران سیاست خارجی دوران باراک اوباما که قرار وزیر خارجه آقای بایدن باشه. و ما یروند ابراهیمیان مورخ تاریخ معاصر ایران از نیویورک با مساقه ابراهیمیان کتاب‌های متعددی در مورد تاریخ ایران دارن از جمله کودتا 28 مرداد سازمان سیا و ریشه‌های روابط ایران و آمریکا در عصر مدرن. آقای ابراهیمیان خوش آمدید به برنامه. صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای رو شنیدید، وقتی اینو می‌ذارید کنار صحبت‌های حسن روحانی و محمد جواد ظریف فکر می‌کنید که ایران تمایلی به مذاکره با دولت جو بایدن خواهد داشت؟ قطعاً بله. من فکر نمی کنم صحبت های آیت الله خامنه ای رو به عنوان ما رد این توافق یا مذاکرات با آمریکا ببینیم. من فکر می کنم او داره به گزاره اولیه بحث مذاکرات و توافق هسته ای برمیگرده. او میگوید که باید بحث روی موضوع هسته‌ای تمرکز بشه و لغو تحریم‌ها و بعد دخالت دادن مسائل دیگه مثل بحث موشکی یا نقش ایران در منطقه. اگه قرار باشه این مسائل رو مقدم قرار بدیم اون وقت به هیچ جا نخواهیم رسید و توافقی حاصل نخواهد شد. این گزاره دولت اوباما هم بود و فکر کنم الان هم این گزاره همچنان به قوت خودش باقیه و فکر میکنم رهبر ایران هم امروز بر همین نکته تأکید کرد که مذاکرات باید برگرده به همون بحثی که قبلا سرش توافق شد، نه اینکه مسائل دیگه مثل موشک رو بخوان دخالت بدن. آقای ابراهیمیان با توجه به اینکه به هر حال به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران از بخشی از تعهداتش در برجام عدول کرده و میدونیم که اروپا ها هم راضی نیستند از این عمل کرده ایران، فکر میکنید ایران حاضر برگرده به شرایط برجام برای تشویق به آمریکا برای برگشتن؟ ایران در واقع توافق هسته‌ای رو نقض نکرده. اونها به روشنی گفتند که میتونند از این راهی که رفتن برگردن. اون اورانیومی رو که غنی سازی کردن میتونن صادر بکنن اگه کشورهای دیگه بخوان اون رو بخرن. بنابراین اونها عملا نقض نکردن توافق هسته‌ای رو. فقط میشه گفت که یه مقداری آستانه رو بردند بالاتر، ولی به روشنی گفتند که از توافق هسته‌ای خارج نشدن. این آمریکا بود که از توافق هسته‌ای خارج شد و تا اونجایی که من میفهمم اگر آمریکا به میز مذاکره برگرده ایران هم آماده صحبت هست. فکر کنید که سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ چقدر پل‌ها رو بین دو کشور ممکنه تخریب کرده باشه؟ اساساً آقای بایدن میتونه در واقع ترمیم بکنه این پل‌ها رو؟ بله بله، من فکر میکنم که دولت ترامپ در واقع یک استثناء و میشه گفت اینو ابتذالی بوده در اون بحث اصلی. این رو دنیا میفهمه، اروپایی‌ها هم میفهمن. دولت جو بایدن در واقع تداوم دولت اوباما هست و برابر این سیاست‌هایی رو که دولت اوباما مبتکر اون بود سیاست‌هایی هم خواهند بود که دولت بایدن در پیش خواهد گرفت که در واقع میشه گفت جانمایه سیاست دولت اوباما بود، یعنی رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران. بنابراین من مطمئن هستم که
دولت بایدن به محض اینکه کارش رو شروع بکنه، اولویتش این خواهد بود که این مسئله هسته‌ای رو یک بار برای همیشه حل بکنه. البته آقای ابراهامیان، باراک اوباما هم آسون نبود براش تصویب برجام در کنگره آمریکا، یعنی فشار دستگاه سیاسی آمریکا بر باراک اوباما بسیار زیاد بود. با توجه به 4 سالی که گذروندیم، فکر میکنید که آقای بایدن میتونه بر فشارها از داخل آمریکا فائق بیاد؟ Well, I think Biden has an added argument that all these pressures actually didn't bring down the regime. این بحث هم هست که تمام این فشارها نتونست حکومت ایران رو ساقط کنه، مسئله رو حل نکرد، مسئله رو بدتر هم کرد. بنابراین دولت بایدن میتونه از همین بحث استفاده بکنه و دوباره برگرده به همون نقطه‌ای که بعد از شروع دولت ترامپ متوقف شد، بحث هسته‌ای رو روی میز بیاره، سر اون به توافق برسه و بعد به موضوعات دیگه بپردازه. اگه کنگره آمریکا روی این موضوعات حساس هست یا دغدغه داره، میتونه بعداً راجع به موضوعات حرف بزنه. ولی اگه بخوان تمام موضوعات رو در یک زمان به بحث بذارن، هرگز به توافق نخواهیم برسیم. من فکر می‌کنم اون بحثی که سالها پیش باراک اوباما داشت، همین بحثی که من بهتون گفتم، الان هم خیلی قوی تر داره هست و مصداق بیشتری داره. متشکرم یروند ابراهامیان، مورخ تاریخ معاصر ایران. اما اکبر گنجی نویسنده و روزنامه نگار با ماست. آقای گنجی نویسنده کتاب عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری هستند که به بررسی نیروها و گروه های مخالف سیاسی در ایران میپردازه. خوش آمدید آقای گنجی. آقای خامنه ای امروز در صحبتهاش به نظر میومد که ترجیحش غلبه بر تحریم ها باشه و گفت که عاقبت خوشتری داره غلبه بر تحریم ها. آیا ایران موفق بوده در چنین سیاستی؟ حالا به گمان من ادعاهایی که آقای خامنه‌ای میکنه در این مورد 100% نادرسته. برای اونم کافیه که شما به رفع تحریم ها به همون اندازه‌ای که تو توافق هسته‌ای قبلی صورت گرفت برگردیم، دوران خیلی خوب میشه. یک مقایسه میونه وضعیت دوران غیر تحریمی که میونه دو تا تحریم دوران اوباما در دوران ترامپ شد، این وضعیت رو به خوبی نشون میده که سخنان و ادعاهای آقای خامنه‌ای باطله. با تحریم‌های اقتصادی دوران اوباما، رشد اقتصادی ایران در سالهای 2012 و 2013 به ترتیب به منفی 7.5% و منفی 1.9% کاهش پیدا کردش. بیکاری افزایش پیدا کرد و تورم ایران به در سالهای 2011، 2012، 2013 به ترتیب 26.3، 27.2 و 36.6% افزایش پیدا کرد. این تحریم‌های اول. بعد به محض اینکه توافق هسته‌ای صورت گرفت و حسن روحانی اومده بود، در 4 سال 2014، 2015، 2016، 2017 رشد اقتصادی ایران سالانه میانگینش 5% مثبت بوده. نرخ تورمش هم تک رقمی شد، از 37% به 9% کاهش پیدا کردش. اما با عهد شکنی، یعنی این دوره میان پرده است، دوباره برمیگردیم به دوران تحریم‌های دوم ترامپ که دونالد ترامپ با عهد شکنی از توافق هسته‌ای خارج شد، ما وارد تحریم‌های جدید میشیم که در 3 سال 2018، 2019 و 2020 به رشد اقتصاد ایران به سالانه منفی 7-8% کاهش پیدا کرده، تورم به حدود بالای 40% افزایش پیدا کرده، دلار از 3000 تومانی رسیده به بالای 30000 تومان. حتی دولت ترامپ مانع این شد که ایران یک وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول بگیره برای مبارزه با کرونا. حتی یک کشوری مثل کشور عراق که ایران به خاطرش رفته جنگیده با داعش و کشته داده، حاضر نیست بده یا خودشو به ایران بده. خب نتیجه سالها درگیری این بوده که عنصر امنیت هم منتفی شده، یعنی مقاومتی که آقای خامنه‌ای میگه و بهش مینازیدن که ما امنیت به جاش داریم، این امنیت کو؟ الان اسرائیلو که خود جمهوری اسلامی میگه بزرگترین دشمن ایرانه، تو همه جای نظام و کشور نفوذ کرده، هر روز یه جای ایران رو منفجر میکنه، اونم سری ترین جاها مثل نطنز و اینا، یا دانشمندای هسته‌ایش رو ترور میکنه. لذا امنیت این یه بودش که نیست. یه بود دیگه این امنیتی که در اثر این فشار حداکثری تحریم‌ها و اقتصادی به این رفت نگاه بکنید، اینه که الان شما ببینید مردم تو خیابون دارن راه میرن، یکی میاد
کیفشون رو میقاپه، یکی میاد موبایلشون رو میقاپه، آیفونشون رو میقاپه، و این خیلی خیلی زیاد شده. و بعد فردم که مراجعه میکنه به کلانتری یا به جایی، کسی اصلا رسیدگی نمیکنه. یعنی حتی اینو میشه ابعاد مختلف نشون داد که در وضعیت تحریمی، وضعیت ایران، مردم ایران، منظورم رژیم نیست، خب بله با آقای خامنه ای و مسئولین سخت نمیذاره، اونا دارن زندگیش میکنن، ولی کمر مردم ایران شکنده این تحریم ها. و چطور میشه اینا رو نادیده گرفت و آقای خامنه ای بگه ما با ایستادگی بر تحریم ها غلبه میکنیم و تحریم ها رو دور میزنیم؟ اینطوری نیست. اون کسی که داره هزینه این تحریم ها رو میده مردم بیچاره ایران هستن. فکر میکنید که احتمال مذاکره دوباره با آمریکا چه تأثیری بر رقابت‌های درون جناحی در ایران میتونه داشته باشه؟ ببینید، جناح‌های درونی ایران الان سه گروه هستن. یک گروه اصلاح طلب‌ها هستن، یک گروه اصول گرایان هستن، یک گروه اعتدالیون. اصلاح طلبان که از حکومت حذف شدن و بیرون هستن، یه وضعیت شبیه نهضت آزادی دارن تو دوره دهه اول انقلابی. اون کسی که اصلا تو حکومت اعتدالیون هستن، به رهبری حسن روحانی و اینا، و اونورم اصولگراها. خب الان اصلاح طلبان و اعتدالیون میگن که مذاکرات باید خیلی سریع صورت بگیره برای بازگشت به توافق هسته‌ای، اجرای برجام از طرف ایران و لغو کلیه همون تحریمایی که ترامپ وضع کرده، و برگردیم به جای اول و بعد بریم گام‌های بعدی رو طی بکنیم. خب اصولگرایان و نیروهای افراطی و فرماندهان سپاه اینو نمیخوان، چون اونا احساس میکنن که چنین چیزی در شرایط فعلی ممکنه به زیان اونا تموم بشه، و لذا اونا میخوان تا میشه اینو عقبش بندازن و این مذاکره نباشه که الان صورت میگیره. لذا با شعارهای توخالی ضد ملی میان میگن مذاکره خیانت، توافق هسته‌ای سر ایران کلا گذاشته شده، بنابراین خیانت رو بران شده. اما شما توجه بکنید، اگر این اصولگرایان آقای خامنه‌ای اینا موفق بشن که انتخابات رو به خاطر ریاست جمهوری خودشون عقب بندازن، که انتخابات تو خرداد برگزار میشه، رئیس جمهور جدید ایران هم روز 14 مرداد 1400 تازه روز تنفیذ حکم میشه. خب این 8 ماه 10 ماه یک سال دیگه هم که اینجا میره، باز کمر مردم ایرانه که شکسته میشه. ولی آقای گنجی‌های اصلا مگه تصمیم برای مذاکره در حدود اختیارات رئیس جمهوریه؟ نه، در اختیار آقای خامنه‌ایه. ما داریم شما میپرسید که فضا چجوریه. آقای خامنه‌ای خب پشتیبان اصولگراها و فرماندهان سپاه هستش، طبعا تمایلش به اون بره. اون مذاکره قبلی هم با تصمیم آقای خامنه‌ای صورت گرفت، تمام جزئیاتش رو ظریف گفت و حسن روحانی گفت که به اطلاع آقای خامنه‌ای میرسید و ایشون تصویب میکرد. ولی الان خرابکاری که میکنن یه خرابکاری انتخاباتیه. اینطور نیست که آقای خامنه‌ای یا اصولگرایان یا فرماندهان سپاه با مذاکره مخالف باشن. میگن اگر مذاکره الان صورت بگیره، نفعش به این وریا میرسه، فضا به زیان ما میشه تو انتخابات، پس الان مانع مذاکره بشیم، مذاکره عقب بیفته، انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار بشه، یکی از اصولگراها رئیس جمهور بشه، بعد مذاکره صورت بگیره. شما امروز توییت کرده بودید که این برداشت ازش شد که معتقدید که بهتره در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت انجام بدن مردم. عده‌ای معتقدند که هیچ تأثیری در سیاست ایران نداره مشارکتشون. ببینید، بحث من اصلا بحث مشارکت در انتخابات نیست. بحث من سر اینه که چه نوع نظام سیاسی به سود گذار به دموکراسیه. خب من میگم حاکمیت دوگانه چند صدایی به سود گذار به دموکراسیه، تا یه حکومت یک پارچه شبیه کره شمالی، شبیه عربستان سعودی. حکومت دوگانه که شبانه روز جنگ قدرت توش صورت میگیره و چند صداییه، این بیشتر به سود دموکراسیه. اصلا بیاید شما فرض کنید ما طرف آیا واقعا چند صدایی وجود داره آقای گنجی؟ بله، چند صدایی وجود داره. همین الان شما تو جامعه ایران، شما الان از کره شمالی صدایی نمیشنوید، از عربستان یک صدا نمیاد. حکومت جمهوری اسلامی صبح تا شب همه به هم دیگه دارن فوش میدن و بد و بیرا میگن، و اینم آشکارا، اصلا جنگ قدرت علنی پنهانی نیستش.
اینکه الان هر روز فرماندهان سپاه ائمه جمهوری میان حسن روحانی ظریف اینا رو میگن خائنن و خیانت کردن و همه دارن اینم جوابشون میدونه، این جنگ قدرت علی چند صداییه. و شما توجه بکنید الان پروژه اینه، پروژه آقای خامنه‌ای و سپاه همون کودتای خزنده سپاه هستش و اینی که تو انتخابات ریاست جمهوری فرماندهان سپاه مثل حسین دهقان، عزت الله زرقامی، محسن رضایی، علی شمخانی، رستم خانی، قالیباف، سعید جلیلی، سعید محمد، این نوع افراد نامزد بشن، یکی از اینا بیاد رئیس جمهور بشه و قوه مجریه رو هم بگیرن. خب حالا شما حساب کنید، اصلا ما میگیم که ما طرفدار براندازی جمهوری اسلامی هستیم. خب برای براندازی یک رژیم، یک رژیم یک پارچه نظامیان حاکمان مجلس دستشونه، ریاست جمهوری دستشونه، رژیم تک‌صداییه، سرنگونی اون آسان‌تره یا سرنگونی یک رژیم چند قطبی چند صدایی که صبح تا شب خودشون با هم دیگه جنگ قدرت دارن؟ سخن بر سر این بود. قطعا اینکه یکی از فرماندهان سپاه بشه رئیس جمهور آینده، این به زیان ایران، به زیان منافع ملی ایران، به زیان مردم ایران هستش و این میتونه ایران رو در تنگنا و انزوای بین‌المللی و داخلی بیشتری بگنجونه. ضمن اینکه این فرماندهان سپاهی که دارن نامزد ریاست جمهوری میشن همشون تو لیستای تحریم هستن به عنوان تروریست. من اصلا بحثم سر این نیست که اینا تروریست هستن یا نیستن، به هر حال اینا تو لیست تروریست هستن و چطور یه نفر میخواد رئیس جمهور ایران بشه که بعد به هیچ جام نمیتونه سفر بکنه؟ این هزار تا معونه برای ایران داره که ما باید به اینا توجه بکنیم. ولی اون پرسشی که من مطرح کردم این بود، دقیق توجه بکنید، میگم که حاکمیت یگانه یک پارچه مثل کره شمالی، مثل عربستان سعودی برای گذار به دموکراسی بهتره یا حکومت یک پارچه مثل حکومت دوگانه که توش جنگ قدرت میونه، خود جناها و قطبندی های حکومت وجود داره، حکومت چند صدایی هستش و خود همین نزاع در بالا فضای تنفس در پایین برای نیروهای پایین به گونه ایجاد میکنه که حتی شما میبینید از تو زندانهای ایران مرتب زندانیا نامه علی آقای خامنه‌ای می‌نویسن، مصاحبه میکنن، صداشون تو خود شما پخش میکنید. چرا از من میپرسید شما چجوری متنای نوشتاری زندانی های سیاسی ایران رو منتشر میکنید؟ میگه خانم نرگس محمدی تو زندان اوین کتاب ننوشته راجع به شکنجه سفید و کتابش هم همزمان که تو زندان بوده تو خارج با مقدمه خانم عبادی چاپ شده. خب چجوری میشه تو کدوم زندان عربستان سعودی، تو کدوم زندان کره شمالی یه همچین وضعی هست؟ تو زندان هیچ کشور دیگه این نیست، تو زندان‌های ایران داره صدای بلند ضد رژیم، ضد آقای خامنه‌ای میاد. تو خود جامعه ایران آدمایی وجود دارن که دائما آقای خامنه‌ای رو نقد میکنن، حتی خود همین حسن روحانی جواب آقای خامنه‌ای رو میده، دیگران هم جوابش میدن. اینطور نیستش، یعنی یک جامعه هستش چند صدایی که به شدت همین آقای خامنه‌ای هر روزه با صدای صریح و علنی نقد میشه. البته این نقدها هزینه داره، من نمیگم هزینه نداره. بله، حتی متاسفانه فرصت محدود، حتی نوشتن نامه برای درخواست استعفای آقای خامنه‌ای هم منجر به زندانی شدن افراد میشه. ممنون از شما اکبر گنجی، نویسنده و روزنامه‌نگار با ما. در آمریکا دونالد ترامپ پذیرفته که انتقال رسمی قدرت برای روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آغاز شود. آقای ترامپ در حساب توییترش نوشته که شکست در انتخابات را قبول ندارد، ولی با این حال از مقام‌های دولتش خواسته روند انتقال قدرت را آغاز کنند. او همچنین گفته که به شکایت‌هایش درباره نتیجه انتخابات ادامه می‌دهد. دادگاه‌های آمریکا اما ده‌ها پرونده شکایت آقای ترامپ را تاکنون رد کردند و پیروزی آقای بایدن هم در چند ایالت مهم مثل پنسیلوانیا و نوادا تایید شده. هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد. حالا یک قدم دیگر به در اختیار گرفتن کاخ سفید و آغاز ریاست جمهوریش نزدیک‌تر شد. روند انتقال قدرت رسماً آغاز شده. سازمان خدمات عمومی آمریکا که زیرمجموعه دولت است و مسئول هماهنگی برای انتقال قدرت، بالاخره تایید کرد که جو بایدن پیروز آشکار انتخابات است. بیش از دو هفته بعد از معلوم شدن نتیجه انتخابات و پس از بالا گرفتن انتقادها، حتی از طرف چهره‌های حامی دونالد ترامپ که تأخیر در انتقال قدرت را مخرب و تهدیدآمیز توصیف کرده بودند. حالا تیم انتقالی جو بایدن به میلیون‌ها دلار بودجه دولتی برای تشکیل دولت جدید دسترسی دارد. همینطور به فضاهای اداری و تماس و هماهنگی با مقام‌های ارشد دولت کنونی. رئیس جمهور منتخب همچنین در جریان گزارش‌های اطلاعاتی فوق امنیتی قرار می‌گیرد.
نخستین نشانه روند انتقال به دولت بعدی دولت جو بایدن اینکه حالا وبسایتشان روی دامنه اختصاصی دولت آمریکا قرار گرفته. تیم آقای بایدن از این اقدام استقبال کرده و آن را لازم برای آغاز مواجهه با چالش‌های پیش روی کشور توصیف کرده، از جمله برای مهار همه‌گیری کرونا و بازگرداندن اقتصاد به مسیر درست. دونالد ترامپ در توییتر نوشت که این اقدام را تایید کرده، ولی در همین توییتش هم همچنان خبری از پذیرش شکست نیست. گفت که شکایت‌های حقوقی او و حامیانش با قدرت در دادگاه ادامه پیدا می‌کند. شاید تایید نتایج ایالت میشیگان در دیروز بعد از ظهر بود که وضعیت را روشن کرد، جایی که جو بایدن با بیش از 150,000 رای بیشتر از دونالد ترامپ برنده شد. تیم دونالد ترامپ خیلی تلاش کرد این نتیجه را عوض کند یا دست کم عقب بیاندازد. پنسیلوانیا هم همین ساعتی پیش اعلام کرد که نتیجه را تایید نهایی کرده. عده زیادی در امریکا درباره نتایج انتخابات گیج شدند. کسانی که اطلاعات ساختگی که عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه رو باور میکنن. این یه مشکل واقعاً بزرگه. یک شبه حل نمیشه. ولی مسئله بزرگ برای ما و بقیه دنیا اینه که دونالد ترامپ دیگه در قدرت نمیمونه. هنوز دو دستگی بر سر نتایج انتخابات پیداست، ولی جمهوری خواهان دیگر دارند متقاعد می شوند که دونالد ترامپ در راه خروج از کاخ سفید است. این که رئیس جمهور به سازمان خدمات عمومی چراغ سبز نشون داده که روند انتقال قدرت رو شروع کنن یک پیام به مردم آمریکا میده. اون حق داره همچنان در دادگاه ها برای هر یک رأی درست و قانونی به نبرد ادامه بده. و در این حال این حرکت به سمت درستیه که ببینیم نتیجه به نفع جو بایدنه. حالا دیگر روشن است که تلاش‌های حقوقی دونالد ترامپ و حامیانش هم نمی‌تواند نتیجه را عوض کند. همزمان جو بایدن با اعلام سمت‌های کلیدی در کابینه‌اش دارد به سمت آغاز کار پیش می‌رود. اگر سنا هم تایید کند، جنت یلن رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا وزیر دارایی می‌شود، نخستین زن برای این سمت. وزیر خارجه سابق جان کری به عنوان عضو شورای امنیت ملی به دولت برمیگردد برای مقابله با تغییرات اقلیمی. آنتونی بلینکن به عنوان وزیر خارجه و جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور معرفی میشوند. هر دو از چهره‌های مؤثر در گفتگوهای منجر به توافق هسته‌ای با ایران و الخاندرو مایورکاس برای وزارت امنیت داخلی، کسی که خانواده‌اش همراه او به عنوان پناهنده از کوبا گریختند و به آمریکا آمدند، حالا مسئول نهادی می شود که از جمله به امور پناهندگان رسیدگی می کند. همچنین لیندا توماس گرینفیلد به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد و آوریل هینز برای ریاست سازمان اطلاعات ملی، نهاد محوری در دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا که در صورت تایید نخستین زن در این سمت خواهد بود. جو بایدن با وعده دور برگردان در آنچه دونالد ترامپ انجام داده رأی آورد. تصویری که از کابینه آینده‌اش دیده می شود هم در ادامه همان شعار است. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. در پایان دومین روز از نشست دو روزه ژنو برای کمک به افغانستان، کشورهای شرکت کننده متحد شدند که در 4 سال آینده بیش از 12 میلیارد دلار به این کشور کمک کنند. در شرایطی که بحران کرونا در جهان فراگیر شده و افغانستان همچنان گرفتار فساد و نارامی است، این مبلغ با وجود کاهش در مقایسه با 4 سال پیش همچنان بیشتر از پیشبینی‌های اولیه بوده. در جلسه امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان از جمله وزرای خارجه ایران و پاکستان سخنرانی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش فؤاد مسیحا. حمایت کامل اما مشروط جامعه جهانی از افغانستان. کنفرانس دو روزه ژنو با وعده بیش از 12 میلیارد دلار کمک در 4 سال آینده به پایان رسید. وعده حیاتی برای افغانها در روزهایی پر از بیم و امید و چشمانداز مبهم جنگ و صلح. اما شرکت کنندگان نشست تاکید کردند که این کمک ها منوط به شرایطی است، از جمله حکومتداری فراگیر و شفاف در افغانستان، تعهد دولت به روند صلح، حمایت از حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها و مبارزه واقعی با فساد و تولید مواد مخدر. دولت افغانستان هم باید وظیفه خودش را برای ایجاد ثبات در کشور انجام دهد. دقیقاً همان چیزی که مردم این کشور می‌خواهند. منظورم چیزهایی مثل تلاش‌های اقتصادی است، مبارزه واقعی با فساد، از جمله تولید مواد مخدر و اعتیاد، احترام به حقوق بشر، از جمله آزادی‌های مذهبی و زمینه‌سازی برای بخش خصوصی. می‌خواهم واضح بگویم موضع شما درباره تلاش‌های صلح
بر تعهدات آینده جامعه جهانی تأثیر می‌گذارد. کنفرانس ژنو در حالی برگزار شد که از یک طرف گروه‌های مسلح با افزایش حملاتشان به اهداف شهری جنگ را تا مرکز افغانستان کشاندند و از طرف دیگر خبرهای دلگرم کننده ای از دوحه درباره خروج مذاکرات صلح از بن‌بست به گوش می‌رسد. صلح و پایان جنگ محور اصلی در صحبت همه شرکت کنندگان بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که مانند خیلی از مهمانان دیگر به صورت مجازی در این نشست شرکت کرده بود، بیشتر سخنانش را به دفاع از تلاش‌های دولتش در جهت صلح اختصاص داد. از جمله درباره آزاد کردن بیش از 5000 زندانی عضو طالبان که به گفته او بسیاری از آنها مرتکب جرایم جدی شده بودند. علاوه بر آن حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته که به گفته او قربانی‌های زیادی برای آن داده شده. مهمترین خواسته افغان‌ها چیست؟ صلح. ما یعنی مردم و دولت افغانستان و جامعه جهانی بر سر افغانستانی مستقل، متحد و دموکراتیک توافق داریم. افغانستانی که با خودش، منطقه و جهان در صلح باشد، قادر به حفظ و گسترش دستاوردهای دو دهه گذشته باشد. اینها نه تنها مهمترین بخش‌های مذاکرات با طالبان است، بلکه مهمترین بخش تلاش‌های ما در داخل دولت هم هست. درخواست آتش‌بس فوری و کاهش خشونت‌ها از دیگر مواردی بود که شرکت کنندگان بر آن تأکید کردند. نگرانی که به نظر می‌رسد در کنار ادامه بی‌ثباتی سیاسی و شیوع ویروس کرونا بعضی از کشورها را در میزان کمک به افغانستان مردد کرده است. پیشتر هم پیش‌بینی شده بود که مقدار تعهد جامعه جهانی در این نشست نسبت به نشست 4 سال پیش به مراتب کمتر باشد. با این حال تجدید حمایت معنوی و مالی جهان از افغانستان برای بسیاری از افغان‌ها می‌تواند خبر خوبی باشد. مردمی خسته از جنگی طولانی که نگرانیشان از فساد در کشور کمتر از همکاران بین المللی افغانستان نیست. فؤاد مسیحا، بی بی سی. در ایران روزنامه شرق در گزارشی نوشته دولت می‌خواهد غرامت قربانیان هواپیمای اوکراین را با برداشت 200 میلیون یورو یا کمتر از صندوق توسعه ملی پرداخت کند. این در حالی است که صندوق توسعه با هدف سرمایه‌گذاری بلند مدت درآمدهای نفت و گاز ایران تشکیل شده و خلج موجودی آن برای چنین اموری خلاف مقررات است. انجمن خانواده‌های بازماندگان این حادثه هم از این تصمیم دولت انتقاد کردند و هدف آن را منحرف کردن تلاش آنها برای دادخواهی دانستند. باران عباسی گزارش می‌دهد. نزدیک به یک سال از رفتنشان می‌گذرد. 10 سالش بود، 10 سال. کودکان، همسران، فرزندان، خواهران و برادران، قربانیان موشک‌های سپاه پاسداران. بذاری بچه‌های ما لندگی خودشونه بکنه. ده‌ها خانواده‌ای که به عزا نشستند، از ایران تا کانادا، از اوکراین تا بریتانیا. پرداخت غرامت به خانواده‌ها یکی از خواسته‌های دولت‌هایی است که شهروندانشان در میان جانباختگان بودند. میزان این غرامت مشخص نیست، اما روزنامه شرق در گزارشی گفته دولت ایران در لایحه بودجه امسال این هزینه را پیش بینی کرده، با برداشت تا سقف 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی. برداشت از این صندوق اما نیازمند اجازه رهبر است و خرج کردن موجودی آن در چنین مواردی مخالف اساسنامه. اهدافی که برای این صندوق برشمرده شده تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادیه و همینطور حفظ سهم نسل آینده از این درآمدهاست. پرداخت دیه و پرداخت خسارت جوری که در این خبرها آمده هم خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است و هم خلاف مقررات ناظر بر فعالیت صندوق. برداشت از صندوق توسعه ملی پیش از این هم بحث برانگیز بوده. مجلس ایران دی ماه پارسال 200 میلیون یورو از محل این صندوق را به نیروی قدس سپاه اختصاص داد.
در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده این نیرو و وعده ایران به انتقامی سخت از آمریکا. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. یک روز بعد، ساعتی بعد از حمله موشکی ایران به یک پایگاه آمریکایی در عراق، هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین هدف موشک‌های پدافند قرار گرفت، آنچه مقام‌های سپاه خطای انسانی نامیدند. دریافت غرامت در فجایعی از این دست اگرچه جزء حقوق اصلی بازماندگان است، خانواده‌های قربانیان می‌گویند اولویتشان روشن شدن حقیقت است. به نظر من طرح این مباحث بسیار تحقیرآمیزه برای خانواده‌ها و تلاشی است برای منحرف کردن اصل بحث که دادخواهی است. وقتی مقصر مشخص نیست، وقتی جنایتکار هنوز اسمش بیرون نیومده، وقتی نگفته نشده که چه کسانی دستور دادن، وقتی این همه کارهای غیر قانونی، آزار و اذیت خانواده ها و این شکنجه روانی همچنان ادامه داره، چطور کسی میتونه بیاد بنشینه و جمهوری اسلامی غرامت بگیره؟ الان تمام خانواده ها به دنبال روشن شدن حقیقت و به دنبال مجازات جنایتکاران هستن. ارائه مستندات و پاسخ به سوالات بسیار درباره این حادثه خواسته است که دولت اوکراین هم روی آن تاکید کرده. اینکه در شبی که به تایید فرماندهان سپاه شرایط جنگی بوده، چرا آسمان ایران باز بود؟ چرا به هواپیمای مسافربری شلیک شد؟ فرماندهان و عاملان آن چه کسانی بودند؟ چه افرادی و چگونه محاکمه شدند و چه مجازاتی برایشان تعیین شده؟ اپاماتی که نزدیک به یک سال است، غم و رنج ده ها خانواده داغدار را سنگین تر کرده. باران عباسی، بی بی سی. کامبوزیا پرتووی، کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی، به دلیل ابتلا به کرونا در 65 سالگی درگذشت. آقای پرتووی به گفته نزدیکانش برای عمل جراحی قلب به بیمارستان مراجعه کرده بود، اما به بیماری کووید 19 مبتلا شد و از دنیا رفت. یکی از آثار ماندگار او فیلم گلنار بود، اولین موزیکال کودکان در دهه 60 در ایران. او به خاطر فیلمنامه‌های کافه ترانزیت و من ترانه 15 سال دارم هم سیمرغ بلورین گرفته بود. پسر آقای پرتووی گفته به دلیل شیوع کرونا مراسمی برگزار نخواهد شد. مریم افشان گزارش می‌دهد. با کلی طرح نساخته و چیز نکرده، به من آدم خیلی حسرت باره. مردی میگوید با چند کار نیمه تمام مردن حسرت بار است که کارنامه‌ای پر و پیمان از فیلمسازی و فیلمنامه نویسی دارد و ده‌ها جایزه داخلی و بین‌المللی برای آثارش گرفته. کامبوزیا پرتووی را میتوان یکی از پرکارترین های سینمای ایران دانست. کارگردانی اجتماعی که آثارش برای نسلی خاطره ساز بود. یکی از مهمترین دغدغه‌هایش کودکان سرزمینش بود. گلنار در آخرین سال جنگ ایران و عراق به نمایش درآمد. فیلمی که خودش گفت برای بچه‌های جنگ ساخته. کودکانی که هیچ تفریح دیگری نداشتند. کامبوزیا پرتووی با گلنار رقص و آهنگ و رنگ و شادی را برای کودکان روی پرده برد. گربه خوش صدا بلا دو سال بعد فیلم عروسکی گربه آوازخان را ساخت که آن هم مانند گلنار برای بسیاری خاطر انگیز است. او فقط کارگردان موفقی نبود. در بین سینماگران فیلمنام نویس قهاری هم به شمار می رفت. هم فیلمنام نویسی تدریس می کرد و هم کارنامه درخشانی در فیلمنام نویسی داشت، از جمله مجموعه تلویزیونی گل پامچال که از سریال های محبوب دهه 70 بود. گل پامچال، بیرون بیا، بیرون بیا، فصل بهاره، عزیز مومن کاره. راستی بابا، موامو کوتاه کردم، خواهی ببینی؟ تا اینجا. در سال 80 هم برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه شد برای فیلم من ترانه 15 سال دارم. فیلمی تاثیرگذار که به فقر و تبعیض کودکان به ویژه دختران می پرداخت. کم حرف باشده.
یا هرچی راننده تو جاده است یه راست 15 تا قهوه‌خانه رو رد بدم بیان تو قهوه‌خانه تو. همشون راننده بیابون. چند سال بعد فیلم تاثیرگذار دیگری به نام کافه ترانزیت را ساخت. این فیلم از آخرین فیلم‌های او بود که مورد تحسین و تمجید زیادی قرار گرفت و بار دیگر سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه‌نویسی را برای این فیلم از آن خود کرد. 7 سال پیش با جعفر پناهی فیلم پرده را ساخت که در جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد و خرس نقره بهترین فیلمنامه برای این فیلم به جعفر پناهی اعطا شد. کامبوزیا پرتوی که در جشنواره حاضر بود به جای آقای پناهی این جایزه را دریافت کرد. در بازگشت از این سفر گذرنامه آقای پرتوی در فرودگاه تهران توقیف شد. حدود 1 ماه پیش و در 33 جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان برایش مراسم بزرگداشتی گرفتند. در دنیای سینمای ایران اگر دنبال قصه نویس بگردیم، کسی بر فنون داستان سرایی چنان مسلط باشد که بتواند ما را پای پرده نقره‌ای سینما نگه دارد، یکی از شاخص‌ترینشان بیشک کامبوزیا پرتوی است. رد پای این قصه نویس آوازخوان سینمای ایران را در همه جای سینمای ایران می توان دید، از فیلم های جشنواره‌ای تا فیلم های پرمخاطب. اما او بیشک با سینمای کودک بود که شروع کرد و با همین سینما بود که به اوج و بالندگی حرفه‌ای خود رسید. مسائل اجتماعی از جمله مشکلات زنان و کودکان، تبعیض، فقر، جنگ و مهاجرت از موضوعاتی بود که در آثار کامبوزیا پرتوی نقش پررنگی داشت و از دغدغه هایش بود. نه خب من خیلی کار دارم بکنم، این ناراحتم میکنه. من چند تا کار دارم که دلم بخواد واقعا کار میکنم. بعدش اتفاقی گفته. چند تا فیلم و فیلمامو اینا. اما کرونا فرصتی به او نداد که آرزوهایش روی کاغذ و یا پرده نقره‌ای برود. مریم افشنگ، بی بی سی. رسول صدرآملی، کارگردان سینما از تهران با ماست. آقای صدرآملی، خوش آمدید به برنامه. امروز شما در اینستاگرامتون درباره آقای پرتوی نوشتید که او همه آبرو و اعتبار فیلمنامه نویسی ایران بود. بیشتر درباره این نقطه قوت ایشون به ما بگید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم رحیم‌پور و همه بینندگان. واقعیتش اینه که بی هیچ اقراقی کامبوزیا پرتوی یکه و در واقع قهرمان بلامنازه سینمای ایران در 14 اخیر بوده. کامبوزیا پرتوی فقط یک فیلمساز و یک در واقع فیلم نامه نویس ساده نبود که یک ژانر خاصی رو کار بکنه. حواستون باشه که اون تو دهه 60 برای کودکان کار میکنه و فیلم های عروسکی که میسازه تنها فیلم های عروسکی هستن که بچه ها رو خوشحال میکنن و بچه ها از اون عروسک ها نمیترسن، در حالی که مثلا تو دوست عروسک ها یا فیلم های دیگه داشته که بچه ها اساسا وقتی مثلا گربه آوازخوان رو ساخت کامبیز، از علاقمندی به حیوانات به شدت توی همین کشور خودمون افزایش پیدا کرد. غیر از خود گربه ها اصلا فکر میکنم خطمون مشکل داره با آقای صدرآملی. آقای صدرآملی، آقای صدای من میشنوید؟ همطور که شما هم گفتید، برای ماهایی که متولد دهه 60 هستیم، آقای کامبوزیا پرتوی خصوصا با فیلم گلنارشون خاطره ساختند، خاطره هایی که بخشی از تار و پود کودکی ما دهه 60 ها رو رقم زد و خط به خط شعرهای گلنار رو کماکان حفظیم. اما چند وجهی بود همونطوری که اشاره کردید، آقای پرتوی تنها وجهش کار کودکان و جوان نبود. دقیقاً عرضم همین بود که وقتی که تصمیم میگرفت که فیلم نامه‌ای بنویسه یا فیلم بسازه در عرصه وسائل و معضلات اجتماعی، باز هم همچنان بی‌بدیل و موفق بود. یعنی نمیتونستید انکارش کنید و خودش رو تحمیل میکرد به درستی به سینما ایران و به نظر من پدر معنوی سینمای ایران بود. 30 سال رفاقت و در واقع همکاری من با کامبوزیا پرتوی از بسیار آموزنده بود، به جور طوری که چگونه می شود با جهان بین با فیلمسازانی یا نویسندگانی از جهان بینی های مختلف کار کرد.
کامبوزیا تنوع فیلمنامه‌هاشون که نگاه کنید ببینید کارگردان‌هایی با نگاه‌های مختلفی که نسبت به جهان و هستی و اطراف خودشون دارن همه تونستن تقریبا و تحقیقا یکی از بهترین یا چند تا از بهترین کارهاشون رو به با توسط همکاری با کامبوزیا به سرانجام برسونن و این خیلی اتفاق یک و بیمانندیه. به همین دلیله که باورم نمیشه من امشب اینجا نشستم و دارم از رفتن کسی میگم که سرشار از زندگی بود، سرشار از حیات بود، سرشار از سرخوشی بود. کافی بود باهاش چند کلمه صحبت کنید به شدت حالتون رو خوب میکرد. اینقدر که بلد بود همه چیز رو با تنازی بی نظیرش و با دلبری بی نظیری که داشت نسبت به کلمه ها، به جمله ها، به معانی دیالوگ نویسی بود که من فکر میکنم نظیرش رو تو سینمای ایران و حتی تو سینمای چه میدونم جهان هم میشه قابل توجه دونست. چقدر درست دیالوگ شما کاراکترهای مختلف رو با گفتارهای مختلفی که کامبوزیا برشون دیالوگ نوشته رو مورد بررسی قرار بدید و بعد بفهمید که چه موجود عزیز و ارزشمندی رو ما امروز صحبت دست دادیم. آقای صدرعامل، فکر میکنید که این تبحر در قصه گویی از کجا ریشه میگرفت؟ کامبوزیا توی رستم آباد رشت به دنیا اومد و چیزی که خاله خودش همیشه میگفت، پدرش به شدت علاقمند کارمندی بوده که به شدت علاقه به کتاب و قصه و روایت داشته و خونهشون همیشه پر از قصه و رمان بوده. همین اواخر هم ترجیح میداد که رمان بخونه به جای اینکه هی فیلم ببینه برای آموزش بیشتر. یعنی نظرش این بود که تو وقتی رمان میخونی جهان ذهنی اون جهان در واقع اون قصه گویی رمان رو تخیل میکنی، تصویر میکنی تو ذهنت و همین کمک میکنه به سینماگر بودن تو، نه اینکه فیلم ببینی و تصویر خودش رو به تو تحمیل کنه. بنابراین به نظرم میاد با پرخوانی و زیادخوانی و اینکه هیچ وقت قصه خونی کتاب هیچ قصه ای رو نمیتونستی مثال بزنی که کامبوزیا نخونده باشه. اگرچه میبینید تو همین شما الان پخش کردید یه حسرتی بر دلش مون بابت کارهای انجام نداده و کتابهای نخونده و همین این حسرت رو داشت، ولی خودش احساس کرده بود که انگار که این رو به پایانه و آرزو میکرد که چند تا کار تو ذهنش داشت که اونا به اونا به سرانجام برسه و بعد برای مرگ چیز ترسی از مرگ نداشت واقعا، یعنی شوخی های تنازانهی با مرگ میکرد. متشکرم. به هر حال قطعا یکی از هنرمندان تکرار نشدنی سینمای ایران بود کامبوزیا پرتوی، یادش گرامی. متشکرم از رسول صدرعاملی کارگردان سینما با ما. در 5 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران به ترور و تلاش برای ترور مخالفان در اروپا متهم شده، از هلند تا دانمارک و از فرانسه تا بلژیک. حالا قرار است محاکمه یک دیپلمات ایرانی و 3 شهروند دیگر این کشور تا 3 روز دیگر در بلژیک آغاز شود به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی مخالفان جمهوری اسلامی در پاریس. بی بی سی فارسی فردا ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت تهران مستندی درباره ترورهای مرموز ایرانیان در اروپا پخش خواهد کرد. مستندی که تهیه کننده و گزارشگرش جیار گل، جیار به ما پیوسته. جیار، در مستند چه چیز جدیدی قراره ببینیم؟ خب رانا، در 2.5 سال گذشته ما تمام این اتهاماتی که علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد توسط سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی و همچنین بعضی از دادگاه‌های این کشورها افرادی رو دستگیر کرده بودند و متهم شدند که یا برای جمهوری اسلامی جاسوسی کردند یا در نقشه ترور یا حتی قتل 2 تن از ایرانیان در اروپا دست داشتن. ما اینو دنبال کردیم و همچنین از کانال‌هایی تونستیم به مدارکی دست پیدا بکنیم که به هر حال زوایایی از شخصیت این افرادی که کشته شدند یا قرار بوده کشته بشن رو مطرح می‌کنه. به همین جهت در این فیلم تلاش شده تصویر ارائه بدیم، در حالی که دولت آقای روحانی در 5 سال گذشته تلاش کرده که با کشورهای غربی بر سر برجام به توافق برسه، این در حالی است که همزمان گروه‌های مشغول عملیات ترور یا در حقیقت نقشه بمب‌گذاری در نقاطی رو در اروپا داشتن. این بر اساس گفته‌های مقامات اروپایی و سازمان‌های اطلاعاتی این کشور. البته نمی‌خوام تمام فیلم رو لو بدم، الان یک بخشی از این فیلم یک کوتاهی بریده‌ای آماده است با هم ببینیم بعد با خام بود.
فرمانده نیروی قدس سپاه در حمله هوایی به دستور مستقیم دونالد ترامپ در بغداد کشته شد. غرب به دنبال مهار ایران در خاورمیانه است، اما عوامل حکومت ایران توانایی عملیات در نقاط دیگر جهان را هم دارند. The Iranian Quds Force conducts covert assassination operations in the heart of Europe. مرز برای جمهوری اسلامی ایران معنای خاصی نداره. در دو سال گذشته درباره ترور و بمب‌گذاری علیه مخالفان ایرانی در اروپا تحقیق می‌کنم. چیزی که منو نگران کرده اینه که در این شهر تروری رخ داده. نقشه و عملیات ترور در نقاط مختلف اروپا کشف شده، از دانمارک تا هلند. پدرم روی زمین بود، غرق در خون. اروپایی‌ها برای مدتی طولانی درباره این ترورها سکوت کردند. شما رو متهم کرده که دو ایرانی رو اینجا ترور کردید. خوبی شما از پلیس مجوز گرفتید. من خیلی نگران نفوذ عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هستم. اینکه عواملی در گروه‌های خود سر رو استخدام کرده باشند. این داستان ترورهای مرموز علیه مخالفان حکومت ایران در اروپا است. آیا تا به حال کسی در اروپا به اتهام همکاری با ایران محکوم هم شده؟ خب در چند سال گذشته ما چندین دادگاهی داریم. همین دادگاهی که الان شما بهش اشاره کردید تا 3 روز آینده روز جمعه در آنتروپ بلژیک برگزار میشه. در سوئد یک عراقی، یک روزنامه‌نگار عراقی به جرم جاسوسی از مخالفان عرب ایرانی در اروپا به خصوص در هلند و سوئد محاکمه شد و محکوم به 2 سال حبس شد. همین چند ماه پیش هم در دانمارک یک ایرانی نروژی، او هم به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و نقش داشتن در طرح عملیات تروریستی محکوم به 7 سال زندان شده. به هر حال اتهامات زیادی علیه ایران مطرح شده، هم سپاه قدس، نیروی قدس سپاه پاسداران در اروپا و همچنین وزارت اطلاعات. و فراموش نکنیم که سال گذشته و در 1-2 سال گذشته چندین دیپلمات ایرانی از اروپا اخراج شدند، اونا متهم شدند در به هر حال ترور افراد ایرانی یا قصد ترور افرادی رو در اروپا داشتن و اونا رو از این اتحادیه اروپا اخراج کردن و حتی برخی از کشورهای اروپایی سفیرانشون رو فراخواندن و یا بخشی از وزارت اطلاعات ایران رو تحریم کردن. البته امیدوارم فردا شب این فیلم مستند یک به هر حال زوایایی از واقعیت سیاست داخلی و رقابت‌های داخلی ایران رو نشون میده و از طرف دیگه هم این ترورها چه تأثیری بر روابط خارجی ایران با کشورهای اروپایی داره نشون میده. بسیار خب، آره همونطور که گفتی بهتر بقیهش رو لو ندی. توصیه میکنم فردا ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران، 5:30 به وقت لندن و 9 به وقت تهران میتونید از بی بی سی فارسی مستند ریار گل رو ببینید. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون.